آقای نوریزاد، 3 هفته است که شما به تحصن خودتون در برابر زندان اوین ادامه میدید به صورت یک روز در میون. برای بینندگان ما یک گزارشی رو از این 3 هفته و حرکت‌های اعتراضیتون لطف کنید و بیان کنید. بله، من سومین هفته است که یک روز در میون میرم جلوی اوین، اونجا میایستم، تابلویی دارم، بر تابلوی خودم پشت و روش خواستای خودم رو نوشتم و میایستم و شبم همونجا میخوابم و صبح روز بعد میام که آماده بشم برای روز بعدش. این برنامه منه و در طول روز مشاهدات خودم رو یادداشت میکنم و بعد میام مینویسم. اونجا رفت آمدهای به داخل زندان رو میبینم. به هر حال آنچه که دوستان میان پرسجویی میشه، صحبتی میشه، اینها رو من مینگارم و خودش یک روزنگاری هست از فردی که پشت دیوار بزرگ زندان اوین بست نشسته برای 2 خواسته شخصی خودش که بسیار بدیهی است. منتها واقعیتش خیلی از من میپرسن که مثلا ارزش ریالی این مثلا کامپیوترهایی که از شما بردن و وسایلی که از شما بردن چقدره. حتی اینو سرپرست دادسرا آقای امین ناصری به من گفت، یعنی دست برد به جیبش گفت من بدم چقدره، مگه ارزش ریالیش چقدره؟ که من به ایشون گفتم شما قاضی این مملکت هستید، یعنی چی دست به جیب میکنید؟ فرض کنید که یک کبریت از من بردن، باید این سیستم اونقدر به اموال خصوصی مردم بها بده، ارزش براشون داشته باشه که به خودش اجازه نده که حالا یک کبریتی از یک فرد برده بشه و طرف دست کنه تو جیب بگیره مگه ارزشی داره بیار من بدم بهتون. مطلقا اینجوری نیست، بلکه من اصرار بر این دارم که آقا هر چه که از من بردید قیمتش فرض بین اصلا 1 ریاله، ولی من اون رو میخوام، اون جنس خودم رو میخوام، اون کامپیوترها و دوربینها و فیلمهایی که از من بردید تک به تکشون رو طبق لیست میخوام از شما و این وظیفه شماست که باید پاسخگو باشید. به هر حال من اونجا هستم و اینا هم طبیعیه که به این زودی جواب نخواهند داد و من حداقل یه چیزی قریب به 1 سال اونجا خواهم بود. آقای نورزاد، انتخابات تموم شده و در دوران پسا انتخابات هستیم. میخواستم نظر شما رو در ارتباط با تحولات پسا انتخابات بدونم. آیا اصلا امیدوار شما هستید که تحولی به وجود بیاد؟ ببینید، اگر شخص من رو میفرمایید من اصلا کاری ندارم، اونام کار خودشون رو انجام بدن. به هر حال وقتی شما میشناسید قدرت مانور دوستان رو میدونید، طبیعیه که نمیشه دیگه. مثلا آقای روحانی همون روز اول که اومد از آقای شجریان گفت هنوز که هنوز نتونسته مثلا یه ربنای او رو بتونه پخش بکنه، برای اینکه این حوزه ها در اختیار اینها نیست. اینا شعارش رو میدن ولی اصلا اجازه ورود و دخالت بهشون داده نمیشه. نه، من شخصا نه کاری با اون دوستان دارم و نه اصلا مراجعه میکنم. من کار خودم رو انجام میدم. من نه رفتار غیرقانونی دارم و نه دیگران رو تحریک میکنم، نمیدونم فتنه ای دارم سامان میدم. من اموال شخصی خودم رو میخوام و مسیر قانونیش رو رفتم، جواب نگرفتم. الان دیگه به عنوان اعتراض، که همین اعتراض هم حق قانونیه به صدا افرادی است که بهشون ظلم شده. آقای نورزاد، چند روزیه که صحبت‌هایی از نماینده مردم ارومیه در فضای مجازی در حال پخش شدنه که این آقا گفتند که تعدادی از اسرای عراقی رو در جبهه‌های جنگ سر بریدند و خانم‌ها نباید حضور داشته باشند در مجلس و صحبت‌هایی رو که شما در جریانش هستید. می‌خواستم نظر شما رو به عنوان یک کنشگر اجتماعی در این ارتباط بدونم. ببینید، من خودم ترکم. اگر هموطنان ترک ما آذربایجانی و به ویژه ارومیه‌ای مثلا یه نماینده‌ای می‌آمد یک چنین توهین‌هایی رو به ساحت اونها ایراد می‌کرد، چه عکس‌العملی نشون می‌دادن؟
من دوست عزیز موافق این نیستم که ما به عنوان کسانی که مخاطب فحاشی های این بابا هستیم حرکتی انجام بدیم، چون به شدت به اصطلاح داستان ترک و فارس ملتهبه و ممکنه به یک حرکت بزرگ و آشوب داخلی منجر بشه. من میگم که ما خودداری بکنیم، خیشتنداری بکنیم و جز نقدهای مشفقانه چیزی نگیم. این فرد آدم شیرین عقلی و دهن به دهن شدن با این اصلا پسندیده نیست و ممکنه که واقعا یه بحرانی ایجاد بکنه، مثلا ترکا از اون ور به حمایت از او در بیان، از این ورم مثلا فلان، بعد یه سری مسائل ممکنه پیش بیاد که اصلا نشه جمعش کرد. به گمان من اگر تقبیحی هست باید از خود هموطنان ترک ما انجام بشه، ارومیهی، و از این ورم جز نقد های مشفقانه چیزی نباشه. اگر نبخواد فحاشی بشه، از این ور به اون ور فوش بدن، از اون ور به این ور، کل کشور رو یک بحران ابلهانه میگیره که پسندیده هم نیست. سپاسگزارم. موفق باشید. خدا بشید.